با سلام، سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که در این لحظه به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم از استودیوی ایران فردا در لس آنجلس با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در برنامه تفسیر خبر امشب، چون دیگر برنامه های تفسیر خبر، میپردازیم به مهمترین اخبار و رویدادهای روز در عرصه داخلی ایران، خارج از ایران و آنچه را که در عرصه بین المللی مربوط به ایران و مردم ایران است. پیامدهای اقتصادی تحریم ها علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی را بررسی میکنیم. گزارش هایی که در عرصه بین المللی، از جمله گزارش صندوق بین المللی پول رو در ارتباط با وضعیت اقتصادی ایران، آنچه که مسئولان جمهوری اسلامی میگویند در ارتباط با برنامه دولت حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی، برای رفع مشکلات اقتصادی ایران. کمبودهای دارویی در ایران، داروهای چینی قربانی میگیرد در بازارهای ایران، آنچه که رواج دارد در بازار دارو باعث مرگ ده ها بیمار شده است. پرسش ها این است که آیا دولت آقای روحانی برنامه روشن و مؤثری برای رفع مشکلات رو به گسترش اقتصادی مردم ایران دارد؟ آیا این امید می رود که در آینده نزدیک تحریم های اقتصادی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی لغو شود و پیامدهای فوری این لغو تحریم ها علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی آیا می تواند به طور سریع به سفره مردم ایران رونقی ببخشد؟ چه دست هایی در کارند که واردات دارو را در انحصار خود گرفتند؟ وضعیت اقتصادی ایران چه مشخصاتی دارد در حال حاضر؟ اینها و پرسش های دیگر را در میان میگذاریم در استودیو با آقای وفا آذربهاری، روزنامه‌نگار، و در لندن با آقای ناصر محمدی عزیز، روزنامه‌نگار، که از طریق تلفن با من و شما هستند. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند در استودیو آقای وفا آذربهاری، روزنامه‌نگار، که دارای سابقه چندین ساله، بیش از دو دهه در عرصه روزنامه‌نگاری هستند. در عرصه‌های مختلف قلم زدند، فعالیت داشتند، نشریه منتشر کردند. در عرصه‌های هنری، فرهنگی، گزارش‌های اجتماعی به ویژه در ارتباط با ایرانیان خارج از کشور و به ویژه باز هم که در ارتباط با جامعه ایرانی مقیم آمریکا، مقیم کالیفرنیا. مدتی نیز در صدای آمریکا بودند. در زمینه اقتصادی گزارش های بسیاری در صدای آمریکا بخش فارسی منتشر کردند و حضور داشتند در این بخش. با من و شما هستند وفا آذربهاری گرامی در استودیو. به اتفاق شما عزیزان به ایشون خوش آمد. از شما سلام. ما در بیوگرافیتون زیاد اشتباهی که نبود. خیلی لطف شما بود. البته یه خود آبش رو زیاد کردی. به سوابق کشتی، بوکس، ورزش چیزی نیست، مدالی در سطح المپیک باید اشاره بشه. زمان من این توضیح رو بدم، تصویری که پشت سر من میبینین تصویر عمومی استودیوی لس آنجلس ما هست. در آینده نزدیک برای پخش برنامه تفسیر خبر از استودیو لس آنجلس تصویر ویژه برنامه تفسیر خبر رو خواهیم داشت. آقای آذربهاری عزیز، شما این رو به من و بینندگان بگید که غریب نیستن، همه از خود ما هست. اگر بخوان وضعیت اقتصادی ایران رو با توجه به گزارش صندوق بین المللی پول،
گزارش‌های داخلی، گفته‌های مسئولان ایران ترسیم کنید، مشخصاتشو بگید. امیدوار کننده هست یا شما به ما خواهید؟ آقای چالنگی، امیدوار کننده نیست. من فقط این رو نقل به قول از آقای روحانی میکنم. بسیار بد و بی سابقه خودشون اقتصاد ایران رو توصیف کردن در آخرین اظهاراتشون. آنچه مسلم است، آنچه که ما امروز در اقتصاد ایران شاهدش هستیم ریشه در گذشته ای داره که فقط هم به دولت احمدی نژاد خلاصه نمیشه، چون جدیداً یا به دولت گذشته همه چیز رو نسبت میدن یا احتمالاً به تحریم های بین المللی. اما ریشه بیش از 3 دهه‌ای از روی کار آمدن این حکومت داره و اقتصاد دولتی، اقتصاد رانتی که همینجور هی گسترده تر و گسترده تر شده و چشمنداز خوبی رو به ما نمیده. یادمون باشه که خود دولت آقای روحانی از جمله وزیر اقتصاد همین دولت صحبت بهبودی اقتصاد رو در عرض 3-4 سال میکرد، یعنی پایان دوره آقای روحانی، و حتی یک بارم ایشون تاکید کرد که حتی اگر تحریم ها برداشته بشه مشکلات لحظه ای حل نخواهد شد و این تنها خوشبینی است. به همان خاطر تصویری رو که حتی با تایید مقامات بلندپایه دولتی در حال حاضر در ایران بهش تکیه کردم، تصویر روشنی و تصویر خوبی لااقل تا فاصله آینده نزدیک نخواهد بود. خب شما میگید قبل از آقای احمدی نژاد بوده، یعنی دولت‌های پیشین. اما دولت‌های پیشین از جمله آقای رفسنجانی که الان هست، حضور تازه و گسترده‌تر در عرصه سیاسی حکومت ولایت فقیه در ایران پیدا کرده، ایشون خودشو سردار سازندگی و مدعی هست در دوره دولت ایشون بیش از 50 سال پیش از انقلاب کار شده. البته 50 سال، اگر من به همون اشاره 50 سال، ما شاهد تورم 50%ی هم بودیم در دوره خود آقای هاشمی. به همان خاطر اصولا آنچه سیاست آن دولت بود که بسیاری از اشخاص و کارشناسان در مورد حتی دولت آقای روحانی و نزدیک بودنش به طیف آقای رفسنجانی اشاره می کردن، انتهای این تونل اصولا سیاست هایی است که تورم زاست. شما فقط به اظهارات آقای نوبخت، معاون آقای روحانی، امروز صبح من اشاره می کنم که ایشون میگه کسری بودجه رو دولت حل میکنه امسال، اما خود ایشون داره میگه اگر نشد یک بار دیگه پول چاپ میکنن از طریق بانک مرکزی، یعنی افزایش نقدینگی و نهایتا افزایش تورم. افزایش نقدینگی، بله. خب به اتفاق شما موافق هستیم به لندن بریم. سلام میگیم به آقای ناصر محمدی گرامی که این بار از طریق تلفن با من و شما هستن. سلام. از درم جنان چلنگی، خدمت شما، خدمت جناب آذربایجانی که واقعا همونجور که فرمودید سابقه بسیار طولانی دارن و متخصص هستن. متاسفانه سعادت نداشتیم شما در لندن بمانید، باز هم از ما جدا شدید و این بار هم به علت اینکه در واقع دستگاه اسکایپ من ایراد داشت نتوانستم با تصویر در خدمتتون باشم. به هر حال امیدوارم که همه چیز خوب باشه و شما هم سلامت باشید. خدمت شنوندگان و بینندگانم عرض ادب دارم. ما امیدواریم شما هم سلامت باشین. نه اینطور نیست، من به لندن هم باز خواهم گشت، رفت آمد خواهیم کرد بدون هیچ تردید و فعلا در نه فرمایید، کسی از شما نگرفته، سعادت رو از شما نگرفتن، ارادت ما بابرجا هست اگر بخواید هر جایی که باشیم، ولی خدمتتون حتما در لندن باز خواهیم گشت، در آینده رفت آمد خواهیم داشت. آقای محمدی عزیز، صحبت های آقای آذرباهی رو شنیدید. ما اگه بخوایم بگیم که این وضعیت اقتصادی چقدر از وضعیت سیاسی در ایران، یعنی از ساختار سیاسی در ایران تأثیر گذاشته در این وضعیت اقتصادی که هستش، یعنی این چقدر مؤثر بوده؟ اولا که جناب آذرباهی به درستی در واقع اشاره کردن که وضعیت اقتصادی ایران الان در چه وضعی و آیا به زودی می شود که به نقطه امیدوار کننده برسه یا نه، که واقعا هم بنده هم با ایشون هم عقیده هستم که به نقطه امیدوار کننده به این زودی ها نخواهد رسید.
اما اون چیزی که حضرت علی می‌فرمایید اساسا باید گفت تمام ریشه تمام این معضلات و مشکلات اقتصادی که حالا واقعا توش در مانده اند خب مسائل سیاسی است. چهاری در رأس همه حرفا خود مسئله مخالفت و مخاصمه و دشمنی با آمریکا که اصلا معلوم نیست به چه دلیلی از روز اول شروع شد. حالا یه بحث دیگه داره. از طرف دیگر این دو ریشه داره این تحلیل مسائل اقتصادی و معضل اقتصادی. یکی سوی مدیریت هست، سوی مدیریتی که تقریبا تمام دولت ها داشتند، مثلا دولت آقای احمدی نژاد حتی قبل از این تحلیل ها وضعیتی رو به وجود آورده بود که بحران اقتصادی ایجاد شده بود. افزایش مردمی که اشاره میکنند آقای زرداری به واسطه پرداخت یارانه ها خب در حدود تمام کارشناسان اقتصادی، دانشمندان اقتصادی وقتی که نقدینگی افزایش پیدا میکنه تورم هم افزایش پیدا میکنه. این نظر همه اقتصاد دارست. بخش دیگریش مربوط است به تحریم ها. به هر حال این شعارهایی که مثلا امثال آقای احمد خاتمی میدهند که آقا نگویید که تحریم ها باعث شده است نمیدونم ما حالا بیان به پشت خودم نوید، این اینا شعارهای بیپایی است. اونم مسئله تحریم ها به ویژه تحریم نفت از سال گذشته، از جولای سال گذشته شروع شد و بعد تحریم بانکی و سویفت که شروع شد، طبیعتا جمهوری اسلامی رو به جایی رسونده است که الان بخواهد عقب نشینی بکند در مسئله هسته‌ای که البته این هم مراحل بسیار بسیار پیچیده‌ای داره، به این راحتی نیست. ولی آنچه که باعث شده از جمهوری اسلامی امروز به هر حال عقب نشینی بکنه، هر چقدر ما بخواییم این رو بپوشونیم یا مثلا گروه‌های فشار بخواییم یه جور دیگه این رو تعبیرش بکنن، تردیدی داریم نیست که این تحریم‌ها باعث شده استش که وضع جمهوری اسلامی به وضعیت بسیار بسیار ضعیفی برسه، به گونه که نه تنها از مسئله هسته‌ایش بخواد عقب نشینی کنه، حتی بحث مخاصمه و دشمنی با آمریکا را هم کم کم کنار بذاره، چون می‌بینن که به هر حال اگر وضعیتی که الان هست ادامه پیدا کنه جناب شلنگی که بسا که به طغیان اجتماعی منتهی بشه و مردم این بار نه به واسطه مسائل سیاسی بلکه به واسطه اینکه گرسنه هستن یا واسطه اینکه زندگیشون نمیشرفه به خیابان ها سرازیر بشن، اون موقع هستش که خود موجودیت نظام هم در خطر قرار میگیره. بنابراین ریشه تمام اینها رو میشود در مسائل سیاسی دید. یکی سیاست کلانی که بنده اشاره کردم بله چه در مورد مسئله هستی، چه در مورد مخالفت با آمریکا و جهان غرب، یکی هم مسائلی که در درون هست که بسیاری از منابع اقتصادی رو در اختیار فرماندهان سپاه گذاشتن، در اختیار افراد فامیل خودشون آقازاده ها گذاشتن و به هر حال هر کسی یک حکومت و یک امپراتوری اقتصادی برای خودش تشکیل داده. بنابراین تمام ریشه ها رو میشود در مسائل سیاسی ارزیابی. چقدر منصفانه است صحبت آقای محمدی؟ صحبت فرمایشات آقای محمدی با سلام بر ایشون مسلمه که منصفانه است، چون به هر حال بر اساس آنچه که ما اطلاعات سری نداریم آقای چالنگی، همان اطلاعاتی است که منتشر می شود و همگان میتونن ببینن. فقط تجربه روزنامه‌نگاری است که آدم تحلیلی میکنه یا ما بین خطوط رو میخونه. اظهارات چون در مورد مسئله یارانه ها که حتی وزیر نفت آقای زنگنه، وزیر نفت همین دولت هم چند روز گذشته گفتش که با پرداخت یارانه ها نابود کردن بخشایی از صنایع انرژی ایران رو، و همون خاطر فرمایش ایشون در حالت کل درسته و آنچه مسلم است نه تنها اقتصاد ایران که حداقل به گفته آمارهای دولتی 87% دولتی است، برخی از نمایندگان مجلس حتی مدعی شدن در دوران آقای احمدی‌نژاد 100% دولتی شده، ریشه در سیاست داره. حتی اقتصاد آزاد آمریکا هم و دنیای آزاد هم به همدیگه متصله و از همدیگه جدا نیست مسلمه. خب ببینید، شما از یه طرف میگین که اقتصاد دولتی شده، یعنی همه چیز در دست دولت دیگه، درسته؟ از طرف دیگه
شما اولین باره تو این برنامه هستید. کسانی مثل آقای محمدی الان اشاره کردن، کسان دیگه کارشناسان اقتصادی اشاره میکنن و خیلی های دیگه که باندهایی هستن. همین الان آقای محمدی گفتن خانم بخش خصوصی میشه دیگه، تیف هایی هستن. من تیف حالا یا باند، لغتی که شما به کار میبرید، بقیه میگن باند، گروه، جناح، هر چه که هست. خب چه بخواین چه نخواین، اونا غیر دولتیه دیگه، نیست؟ مثلا آقای عسکرولادی که اقتصاد دولتی که نیستش، یا آقای ثابت که هست که میگن میلیاردر هست، یا آقای بابک زنجانی، اینا کجا میان؟ بنده فکر می‌کنم البته این طیف‌ها خیلی تفاوت وجود داره ما بین آقای عسکرولادی مؤتلفه تا آقای زنجانی. امثال آقای زنجانی در حقیقت هویتی ندارن، اینها جریان‌هایی هستند که خیلی زیر سوال و تعجب و شکل و شمایلشون حتی الزاما به جمهوری اسلامی ایران نمیخوره. آقای آذربایجانی، این استاد حداقل 2 میلیارد دلار از بودجه دولت در جیبش هست. بله دقیقاً. هویت کدومه؟ یعنی حرف من این هستش که میگم که خیلی خوب، آقای بابک زنجانی در اقتصاد دولتی یا غیر دولتی کجاست؟ یا سوء استفاده میکنه از روابط با دولت؟ چیه؟ من فکر میکنم آقای چالنگی، اقتصاد دولتی که مضره، آن که بحثی درش نیست، اما طیفی در ایران تشکیل شده به نام شبه دولتی. حتی رسانه های ایران، نه اینکه من و شما این نامگذاری رو بکنیم، حتی در جریان خصوصی سازی و اصل 44 ما این رو دیدیم، یا در حکایت بورس تهران ما چنین چیزی می‌بینیم. این شبه دولتی ها که به اصطلاح ریشه های سپاهی حتی دارن، وابسته به سپاه پاسداران هستن، حتی به نظر من خطرناکتر از دولتی است، هر دولتی، چون شما تکلیفت با دولت تقریبا مشخصه، ولی پرسش پیش میاد که دقیقا این شبه دولتی ها که ما اسم بسیاریشون رو هم نمیدونیم، اسم زنجانی ها را میدانیم، ولی اسم بسیاری از آدم های دیگه که پشت زنجانی میتونن باشن ما نمیدونیم، و اون خطرناکتر از دید من. پرسش چی بود؟ گفتیم پرسش این هست که اینا کی هستن؟ آره، که اینها چه هویتشان، برمیگردم به بحث هویت، هویتشان چیست؟ هویت اینها چی هست آقای محمدی عزیز؟ کسانی که توضیح دادن جناب آذربایجانی، اولا که دولت، وقتی با صحبت دولت میکنیم اجازه بدین این نکته رو بنده روشن میکنم که منظور حکومت هست، منظور خود مشخصا دولت آقای مثلا آقای روحانی یا عربی نجات نیست، منظور کل حکومته. خب اینهایی که شما اسم میبرید، اینها واقعا بخش خصوصی نیستن. آقای بابک زنجانی بخش خصوصی نیست، به واسطه تحریم ها آمدن میگن ما پول در اختیار ایشون گذاشتیم که ایشون بتونه نفت بفروشه و بعد اون پول ها رو باید داره واسه ما جنس بخره بیاره، یعنی مثلا تحریم ها رو دور بزنیم. یا مثلا وقتی صحبت از آقای عسکرولادی میکنیم، این ها آدم عادی تاجر بازار معمولی نیستن، درسته یه روزی تاجر بودن، ولی الان بخشی از حکومت هستن، به خاطر اینکه به واسطه اینکه با حکومت روابط بسیار نزدیک دارن، و حتی این آقازاده ها که اصلا کارشون نبوده، اینها به واسطه رابطهشون با حکومت هست که تمام منابع اقتصادی و بس امور مالی رو در دست گرفتن. از طرف دیگر شما ملاحظه بکنید جناب چلنگی، بخش سپاه پاسداران، فرض بکنید از صنایع نفت و گاز تا کشتی سازی و شرکت های مختلف، انواع و اقسام کارها رو داره انجام میده. خب اینا که بخش دولتی، اینا که بخش خصوصی نمیتونن باشن، درست است که مثلا آمده سپاه پاسداران چند تا شرکت خصوصی درست کرده که در دوبه و مثلا جاهای دیگه و در ایران مشغوله، ولی تمام پروژه های بزرگ و عظیم رو دادن دست اینها. خب اینها به واسطه اینکه رابطه دارن با حکومت، به واسطه اینکه مقاماتی هستن در حکومت، این مشاغل رو داریم، منابع رو در دستشون گرفتن. بنابراین ما نمیتونیم بگیم، ببینید در جایی میتواند اقتصاد در واقع شکوفا بشه و بتواند وسعت پیدا بکنه که دولت کوچک بشه و بخش خصوصی قوی بشه. بخش خصوصی وقتی میخواد قوی بشه، باز برمیگرده به همون سوال بکن شما، اگر مسائل دموکراتیک
دموکراتیک حل نشه، اگر مسائل آزادی ها حل نشه، اگر بخواد فقط سرکوب حکومتی در همه زمین ها باشه، خب طبیعتا کسانی می توانند جلو بروند در بخش خصوصی وابسته به حکومت که رابطه داشته باشند. و الا شما ببینید از نظر وضعیت اقتصادی که الان هست، همین یارانه ها رو نمیتونن پرداخت کنن، حقوق ماهانه رو نمیتونن پرداخت کنن. آقای روحانی امروز میگوید 180 هزار میلیون میلیارد تومان ما فقط به بخش داخلی بدهکاری داریم. کسر بودجه موسف کبینا از کجا آمده؟ مگر میشود که اینچنی؟ ولی یادمون هست وقتی که آقای احمدی نژاد دنبال این بود که میلیارانه بدهد و این رو هم به عنوان یک حماسه حساب کردن، هنوز یک سال و نیم تا نزدیک دو سال از اون گذشته، میبینیم که در مانده در مسائل دیگر هم به همین شکل به همین شکل است. بنابراین هویت این هم اگر بخوایم تعیین بکنیم، میشود گفت افراد وابسته به بیت رهبری، افراد وابسته به سپاه پاسداران، افراد وابسته به وزارت اطلاعات و سازمان های دیگری که قدرت دستشون هست. شما جناب چلنگی ببینید در مسائل اون نهادهای مذهبی چه پولی داره خرج میشه. آقا 1500 تا امامزادی داشتیم، حالا 9000 تا بهش اضافه شده، اینا منابع منابع پولی. و شما در چای که جمع کردن به اندازه چای نفت داره پول میبره توش. خب خیلی ها هستن که دلشون نمیخواد این وضعیت تحریم ها از بین بره و با همین ترتیب بتونن جیبشون رو پر کنن. الان سخنم رو دراز نکنم چون میدونم که همیشه وقت برنامه مختنم هست، این هستش که اینها افراد وابسته به حکومت بسیار خوب تردیدی درش نمیشود که جمع شدن. پس هویت اینا کمویش روشن شد. افرادی هستم ببینید گزارش هایی بود وفا که اقتصاد ایران، حتی برخی از مسئولای حکومت ایران هم اینو تایید کردن، یعنی گفته بودن بر اساس اونها بود که گزارش هایی منتشر شد، بر اساس اون گفتن که اگر وضع به همین منوال پیش بره، اقتصاد ایران در آینده نزدیک حدود 2 سال به فروپاشی کامل خواهد رسید. اگر این گزارش درست باشه و اقتصاد فرو بپاشه، اقتصاد ایران یعنی نفت ایران دیگه اهمیتی نداشته باشه، الان صادرات بالای زیر 1 میلیون هم حتی بر موارد رسید، یه اقتصاد بدون نفت بدون درآمد فروپاشیده، اقتصاد ایران چه منظره‌ای در تجسم خواهی داشت یا داری؟ چون شما اهل مسجد سلیمان هستید، مثل مسجد سلیمان بدون نفت، این یک ویژه‌نامه‌ای در ایران از قضا مجله ایران فردا منتشر کرده بود سالیان پیش در همین راستا که تشبیه کرده بود این موضوع رو. ولی آقای چالنگی، شما فقط همین خبرگزاری‌های رسمی و نیمه رسمی رو در ایران تیترخانی فقط بکنین، امروز خبرگزاری کار ایران وابسته به خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گزارشی رو داره که داره صحبت می‌کنه بخش‌هایی از بخش تولیدی ایران، صنعت فولاد، 30% ظرفیت دارن کار میکنن. این گزارش گزارش امروز نیست. شما اگه رجوع کنین به سال گذشتم، این بحث یعنی این رقم یعنی 70% خابیده. یا حتی صنایع خودروسازی، بزرگترین صنعت ایران بعد از نفت، 1.5 میلیون دارن اونجا کار میکنن مستقیم و غیر مستقیم. صحبت سر اینه که 44% اینو وزیر صنعت خودش اعلام کرد در آخرین اظهاراتش که کاهش تولید خودرو در ایران است. مسلما بیکاری گسترده به بار گرانی میافزایه و آن چیزی که آقای رضایی اولین بار مطرح کردن، شاخص فلاکت رو در جامعه میبره بالا. و چنین چیزی رو شما حتی در کاریکاتورهایی که منتشر میشه، هرچند که مسائل سیاسی الان بیشتر داره در ایران تیتر میشه و بهش پرداخته میشه، ولی شما میبینید نشریات رقیب مثلا تهران امروز که متعلق آقای قالیبافه تیتر میزنه، در چند هفته اخیر دو بار داستان اصلیش رو به این موضوع اختصاص داده بود که گرانی خزنده در سایه گفتگوهای مثلا ژنو. و این واقعیته، یعنی اون گفتگوها تحت شعاع قرار داده نمیذاره دیده بشه. دقیقا، در حالی که گرانی، شما قیمت لبنیات، همون بحرانی که در لبنیات در چند سال اخیر بود، قیمت شیر آزاد شد،
در حالی که بسیاری از صنایع مربوط نابود شدن و ورشکست شدن. چرا؟ چون اقتصاد دستوری است و اجازه نمیدادن قیمت ها رو تولید کنندگان ببرن بالا. به هر حال دو طرف شکست خورد، یعنی هم برای مردم و هم برای تولید کنندگان چنین چیزی فاجعه آمیز بود و بر بار بیکاری و حتی گرانی همونجوری گفتم، چون در انتها قیمت ها رو به صورت دستوری نمیتونه آدم در زندان نگه داره. گفت قیمت شیر آزاد شد اما شیر آزاد نشد، همچنان در بند است. خب آقای آذربایجانی، چقدر این وضعیت به گفته مسئولان جمهوری اسلامی با استکبار جهانی در ستیز بودن و هستن، چقدر به این مربوط است؟ یعنی ضدیت استکبار جهانی به گفته مسئولان جمهوری اسلامی با حکومت اسلامی ایران به گفته باز مسئولان جمهوری اسلامی، ضدیت استکبار جهانی آمریکا و بقیه برای جلوگیری از نشر اسلام، این ادعایی است که میکنه. چقدر این ضدیت یا هر چه که هست یا چقدر این تحریم ها در این اوضاع دخیل است؟ 100% اون بخش اول شما که بسیار گسترده تره، چون تشدید تحریم ها در چند سال اخیر بود، مسلما مسئله گروگانگیری و حمله به امریکا از روز اول در 35 سال گذشته بوده. یه بخشی از اقتصاد، بخش اعظمی از اقتصاد جهانی مسلمه که به غرب و به امریکا وابسته است، فرقی نمیکنه ایران باشه یا هر جای دیگری باشه. در مورد بحث تحریم ها، اول که آدم های حکومتی به کل منکر بودن، حتی موقعی که بانک مرکزی دولت آقای احمدی نژاد اعلام کرد که آقا ما در شب ابی طالب هستیم، آقای خامنه‌ای واکنش نشون داد، گفت اصلا چنین خبرایی نیست. بعدن هم اصلا نیستیم در شب ابی طالب. بعدن برگشت موضوع، کار به آنجا رسید که بعضیا رقم دادن، از جمله آقای لاریجانی گفت 20% تحریم هاست، 80% مدیریت داخلیه. واقعیت همش اینه که من دوست ندارم رقمی رو بدم، چون رقمی رو ندارم که بخوام بدم. اما دارید رقم نمیخواید. اما بدون قید و شرط یک آمیخته ای از جفتش آقای چالنگی، سوء مدیریت داخلی که روز به روز داره پررنگ تر میشه و تشدید تحریم ها که حکم تیر خلاص رو داره بر چنین اقتصاد ویرانی. آقای محمدی عزیز، شما به ما بگید که واقعا اونطور که مسئولان جمهوری اسلامی در ایران، حکومت ولایت فقیه در ایران ادعا میکنن، غرب در ستیز با جمهوری اسلامی بوده، در ستیز با اسلام بوده و آنچه که مردم ایران در حال حاضر دچار هستن، سفره خالی مردم ایران ناشی از این ستیز هست یا نه؟ چیه؟ چه عامل اصلی در این بحران بین حکومت ایران و غرب به ویژه آمریکا هستی هستیش کجاست؟ ببینید، عرض خدمت شما، اجازه بدیم به این نقطه، اگر اجازه بدیم اشاره بکنم. اختیار دارید. این همه دارن بحث میکنن الان که آقا تحریم ها اصلا مسئله، چون برخی گروه ها هم کنم در این باور هستن که تحریم های تأثیری نداره. اگر خاطرتون باشه، هر وقتی که آقای احمدی نژاد از نیویورک برمیگشت و اون نطقای آتشی رو میکرد، استقبال هم ازش میکردن و ایشون هم میگفت اینا همش کاغذ پاره است، آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه‌گانتان پاره شود و از این حرفا. حالا چی شده واقعا؟ اگر کسی اینقدر مشتاق از بدونه چی شده که آقای خامنه‌ای که تا همین چند ماه پیش با اون زور با رجب خانی میکرد، حالا ناچار به عقب نشینی شدن؟ تردیدی نیست که این تحریم ها اثر گذار بوده، ولی همونجوری که عرض کردم، جناب آذربایجانی هم گفتن، سوء مدیریت بخش دیگرشه. اما خب واقعا چرا دشمنی با آمریکا؟ حالا فقط آمریکا نیست، اساسا جهان غرب. واقعیت این هستش که بعضیشون در این اندیشه هستن که فکر میکنن اولا یک پوششی واسه خودشون درست کردن که هر نقص و نقصی که وجود داشته باشه بگن آقا ما تحت تحریم هستیم. واسه این فهم میکردن که اون تحریم های ابتدایی اولیه آمریکا که اصلا تحریم نیست در مقابل تحریم های بعدی، که بله ما مقاومت کردیم، حالا هم تحریم میکنیم، باز ما مقاومت خواهیم کرد و دیدیم که به کجا رسید. چهار قطعنامه تحریمی در شورای امنیت به تصویب رسیده. بله. خب بحثش هم این هستش که آقا
دست از تلاش برای دشمنی با غرب برده، چون وقتی که از روز اول با اون گروگانگیری و اشغال سفارت و نگه داشتن گروگان ها و دائم مرگ در آمریکا شروع کردن دشمنی رو، و بعد دائما هم بحث نابودی اسرائیل رو مطرح میکنن، حتی اخیراً آقای نقوی بار دیگر گفته است شما باز هم میدونید اسرائیل باید از بین برود. خب میبینید که جهان هم به هر حال اعتماد نداره و به درستی اعتماد نداره، چون اگر کسی میخواهد فعالیت هسته‌ای بکنه به صورت صلح‌آمیز طبق قرارداد MPT، بله، ولی آقا ببینید آقای محمدی این قضیه MPT اجازه میفرمایید؟ پرسش اینه، آمریکا مسئولان جمهوری اسلامی میگن که اسرائیل بمب اتمی داره چون این سختگیریایی نمیشه. اگر ایران بمب اتمی نمیخواد داشته باشه، ولی اگر هم داشته باشه از کجا معلومه که یک زمانی استفاده بکنه علیه هچ تروریسم هچ. از طرف دیگه آمریکا به حضور گسترده‌ای در منطقه داره، چرا ما نداشته باشیم در کشورمون همسایمون عراق یا جاهای دیگه که میدونیم نوری المالکی رسما این اسناد مدارکش منتشر شده در دنیای عرب هم، که مسئله روابط دوستانه نیست، مسئله فرمان برداری آقای نوری المالکی هستش از تهران. ولی به هر حال جمهوری اسلامی میگه بله ما دو کشور مسلمان اکثریت و همسایه هستیم، ما هستیم اونجا، آمریکا هم هست، جای دیگه ما چرا نباشیم. اینها رو چطور پاسخ میدین؟ چرا حق حکومت ایران نمیدونین این ادعاهایی رو که داره؟ آقای محمدی بفرمایید. ببینید عرض میکنم حضورتون، اولا اشاره یعنی تکیه کردن به این که کاری در یک جا غلط انجام شده و باید در مورد ما هم انجام میشه، این خودش استدلال درستی نیست. اما بله میدونم جمهوری اسلامی میخواهد در منطقه نفوذ داشته باشه، تسلط داشته باشه، تمام تلاشش هم برای این کار برای انجام میده، هیچ تردیدی نیست. خب در مقابلش یه سری کشورهای دیگر هم هستن، ایالات متحده هست و کشورهای اروپایی، اونها هم سالها سلطه داشتند. حالا جمهوری اسلامی اتفاقا میخواد همین کار رو بکنه، حضورش نمیده. بعد در این هستش کسی یعنی دولتی حکومتی میاد این کار رو میکنه، که فرض بکنید بره مثلا به فرمایش شما به عراق کمک کنه یا به سوریه کمک کنه، که اول مشکلات خودش رو حل کرده باشه، اول بتونه مردم خودش رو سیر کرده باشه، بعد بره به اونها کمک بکنه. ولی به هر حال اگر احساس می شد که هدفهای مسئولین جمهوری اسلامی هدفهای صلح‌آمیز هست، من فکر نمی کنم که انقدر مقاومت در مقابلش می شد. بس که در این مدت بازی های مختلف کردن، خود جامعه جهانی اعتمادش از دست داده. این هستش که به جمهوری اسلامی حق داده نمی شه، و الا بله خیلی ها هم به قول شما بله ایالات متحده هم نفوذ داره. به هر حال در تم نهایت همه این حرفا ما در نظر بگیریم این هستش که به هر حال از نظر سیاسی شما ناگزیر هستید یک توازن ایجاد کنید، جوری بازی بکنید که بتونید هدفاتون جلو ببرید. ما در زمان رژیم گذشته مگه نمیگفتن ژاندارم خلیج فارسه؟ ولی آیا مگه به جای حمله کرده بود؟ آیا به جای به این صورت اصلا تنش ایجاد کردیم؟ با سیاست های متوازن، با سیاست های مدبرانه هم توانستیم با غرب رابطه داشته باشه، هم با شرق، هم در منطقه نفوذ داشته باشه. خب جمهوری اسلامی اینا رو نداره. جناب چلنگ با آقای ناصر محمدی در لندن گفتگو میکنیم و آقای وفا آذرباهاری روزنامه نگار در لس آنجلس در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا از استودیوی ایران فردا در کالیفرنیا لس آنجلس با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر.
ادامه میدیم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا، استودیوی لس آنجلس. با من و شما هستند آقای وفا آذرباری، روزنامه‌نگار در استودیو، و آقای ناصر محمدی، روزنامه‌نگار در لندن، که از طریق تلفن با ما خواهند. آقای آذرباری، الان مسئله روابط با آمریکا مطرح است در جمهوری اسلامی. اهمیت این رابطه از نظر اقتصادی، چون چه روابطی داشته باشه، چه اهمیتی میتونه برای ایران داشته باشه؟ به نظر بنده بزرگترین اهمیتی که میتونه داشته باشه، احتمالاً اعتماد، شاید بازار بره بالا، اعتماد بازار در کل. من دارم میگم یک موقعی بود بعضی از دوستان سوال میکردن شما چرا اینقدر به نرخ دلار آمریکا میپردازین. من گفتم به غیر از یک بار که من دیدم عنوانی در تیتر آمد که قیمت یورو را گفته بود، در خود ایران هم مهمترین مسئله نرخ خود دلاره. و این دلاریزه شدن اقتصاد ایران، سوای افت و سقوط بی سابقه ریال که اتفاقش افتاد و ما شاهدش بودیم، اصولا اون ریشه سیاسی این موضوع هست. و همون جوری هم که شما البته الان دارین میبینین، با تمام تلاشی که دولت روحانی کرده و از دلار از 3800 به محدوده 3000، حتی دیروز یه هوام آمد پایین، اومد پایین 3000، باز البته امروز رفت بالا، گرونی ادامه داره. یعنی فرقی نکرده در معیشت مردم که شما مثلا نون و ماستی که دیروز می‌خریدین با کاهش دلار بیاد پایین. من فکر کنم بیشترین چیز اعتماد، و حتی گزارش‌هایی که از زمان نشست‌های دوران آقای احمدی نژاد تا همین ژنو منتشر می‌شد، این انتظار بازار و واکنش مثبت بازار به اینکه بشینن گفتگو بکنن، و خوشبینی که خود خبرگزاری های داخل به کار می بردن که به سبب این خوشبینی مثلا بورس تهران یا سهام، ارزش سهامش رفت بالا، یا مثلا قیمت دلار یا سکه آمد پایین. یعنی قبل از این سوالم رو ادامه بدم، چون میخواستم بپرسم که این اهمیت این داستان برای سفره مردم چی هست. سوال اصلی این هست، یعنی با رابطه با آمریکا برقرار شد، الان خبر بود که قرار سفارت انگلیس بازگشایی بشه، سفارت آمریکا در ایران، سفارت ایران در واشنگتن، و و و و روابط باز شدن درها به سوی بازار آزاد، چه اتفاقی برای سفره مردم میفته؟ قبل از اینکه جواب بدین، چون یک علامتی استفاده میکنی، من میدونم یا بسیاری از بینندگان ما میدونن، ولی خیلی ها ما میلیون ها بیننده داریم، برخیشون در برادجان جاهای دیگه یا هم ولایتی های بنده ممکنه این علامت نشناسن، یه جور به یه معناهای دیگه ای تعبیر کنن. این چی هست؟ خود شما توضیح بدید. این در حقیقت طوری که من میتونم بسش کنم، نقل قول است. موقعی که آدم میخواد نقل قولی بکنه، یعنی بین پرانتز، بله، در گیومه مثلا اگر بخوایم بذاریم، سپاس از یادآوری شما، بله ممکنه کسانی ندونن به این علت خاصه بعضی وقات نقل قول، بله نقل قول هست بین پرانتز یا داخل گیومه یا هر چی که هست. برای بینندگان عزیز گفتم سوء تفاهم پیش نیاد، اولین بار آقای آذرباری مهمان ما هستن، گلمند بشن برخی از بینندگان ما در جای مختلف، که خوشبختانه رفع سوء تفاهم شد. ادامه میدیم با آقای آذرباری. بفرمایید درباره ارتباط با جهان آزاد، اهمیتش برای سفره مردم. لااقل تا این لحظه که من و شما در استودیو ایران فردا در لس آنجلس نشستیم، چیزی نبوده، یعنی فرقی نکرده، گرونی ادامه داره، روند به قول معروف سعودی شدن قیمت ها ادامه داره، و حتی از آنچه که منتشر میشه، چه دید کارشناسی بخواد باشه و چه اظهارات مقامات دولتی باشه، این روند لااقل ادامه داره. برمیگردم به اظهارات دولت آقای نوبخت امروز صبح، معاون آقای روحانی، که صحبت‌هایی که می‌کنن، این که نهایتاً آقا حتی رئیس بانک مرکزی هم امروز صحبت کرده بود، یعنی در واقع چند روز پیش، امروز با در جای دیگه منتقل شده بود. بفرمایید. نه نه، صحبت‌های همین امروزشونه به وقت تهران. البته این بحث که ما دنبال سیاست‌های ضد تورمی در بودجه سال آینده مثلا خواهیم بود، به هر حال آنچه مسلم است در این لحظه قیمتی پایین نیامده، و تا آخر سال به گفته پیشبینی مقامات دولتی هم گویا اگر بخواد فرجی حاصل بشه میره برای سال 93. یعنی اگه درهای اقتصادی باز بشه به سوی بازار آزاد، جهان آزاد،
این گشایشی پیدا میشه برای سفره مردم. آدم میتونه امیدوار باشه، امیدوار. ولی لااقل این چیزی که آدم تا این لحظه داره میبینه فرقی نکرده. خب آقای محمدی عزیز، در همین زمینه اهمیت گشایش درهای اقتصاد ایران به سوی بازار جهانی در چه صورتی به سود مردم و سفره مردم ایران خواهد بود؟ وگرنه هستن بسیاری از کشورها که با جهان آزادم در ارتباطن، نمونهش بنگلادش، نمونهش سودان، نمونهش البته گویی که بنگلادش در یک دهه اخیر رشد اقتصادی داشته. بفرمایید. البته من تصور نمی کنم جایی در جهان باشه، کشوری در جهان باشه که این همه ثروت داشته باشه، این همه تولیدات نفت داشته باشه و می توانسته بیش از اینها صادرات داشته باشه که چنان که داشت. ما در مسئله انقلاب 6 میلیون بشکه تولید داشتیم. اما می فرمایید اهمیت رابطه با آمریکا، به طور کلی باید به اهمیت رابطه با آمریکا و جهان آزاد، منظور این هست. حرف من همین بود، گفتم با جهان آزاد بازار. بفرمایید. ببینید جناب چلنگی، الان حالا از بخش مربوط به سوء مدیریت حالا اشاره خواهم کرد که بگذاریم، تحریم هایی که ما الان ازش صحبت میکنیم، ما دو جور تحریم داریم. یکی تحریم های شورای امنیته. درست است که تحریمه و گفتم که باید جمهوری اسلامی قانون‌سازی رو بذاره کنار، هرده هدفهاش رو مشخص بکنه، متوقف بکنه فعالیت های اینا، درست؟ بله. اما تحریم های بسیار مؤثرتر و مهمتر تحریم های مستقل و مزاحمتی است که هم آمریکا و هم متحدان او که یکی دوتا نیستن در سطح جهان برقرار کردن در مورد ایران. بنابراین دست و بال ایران رو بستن. درسته شما میفرمایید بعضی کشورها رابطه ندارن ولی زندگیشون هم میکنن، ولی زندگی اون چه که شایسته ایران هست و مردم ایران خب بیش از این هاست. من همچی حرفی نزدم، من گفتم کشورهایی هم هستم مثل سودان، بنگلادش هم با جهان آزاد در ارتباط هم، ولی وضعیت اقتصادی خوبی هم نداره. مثل ما یعنی... دلوقت ندارن. بله. مثل ما اگر مدیریت درست، تازه حالا خود اون اقتصاد بنگلادش رو بررسی کرده خودش بحثیست، ولی ما در مورد کشوری صحبت میکنیم که دیده ایم که رفاه هم داشته است و سالهای سال قبل از این داشته، با تولید نفتی که قیمتش هم بسیار بسیار ارزان‌تر بوده. خب حالا وقتی که با ایالات متحده به طور کلی جامعه جهانی این اختلافات برکنار بشه و برطرف بشه که بنده باور ندارم این کار بشه، خب اون وقت است که تمام شرکت های تجاری در جهان، شرکت های اقتصادی، اون موقع معاملاتش رو شروع میکنن با ایران. الان واقعا اعتماد ندارن. از طرف دیگر تحت تحریم هستن، وقتی هم اعتماد هم بکنن پولشون رو نمیتونن بگیرن. حتی خود ایران پول نفتی رو که فرض بکنید به هند و ژاپن و جای دیگه میفروشه نمیتوانه به دلار بگیره. بله با هندیه مشکل میشه. جای دیگری رو، کشور دیگری رو واسطه قرار دادن که اون پول رو بگیره بعد به ایران بده. دیدیم در مورد این عمل کردن که بتونن به صورت طلا بگیرن از طریق ترکیه، اون رو هم جلوشو گرفتن. بنابراین اگر این معضلات حل بشه خب طبیعی است در مورد سفره مردم گامهای بزرگی برداشته میشه. ولی بنده جان چلنگی فکر نمی کنم که بتوان امیدوار بود که به این زودی ها رابطه جمهوری اسلامی با ایالات متحده و با غرب یک رابطه مطلوب و نسبتاً دوستانه باشه. هنوز تا به اونجا بخوایم برسیم به نظر من فاصله زیادی داریم، به ویژه اینکه این مسئله هسته‌ای تا حل نشود نمیتوان به اون عادی شدن روابط امیدوار بود. جناب چلنگی، آقای آذربهاری، یک اقتصاد بازار غیر دولتی، غیر حکومتی، هرچه که هست، این یک اقتصاد سالم غیر دولتی چجور اقتصادی است؟ چون ممکنه غیر دولتی باشه اما گروه ها، باند ها، به قول شما طیف ها، این ها درش نفوذ داشته باشن، دولت هم سن اصلا درش شرکت نداشته باشه.
این چه اقتصادیست؟ چه اقتصادیست به زبان ساده ای بخواین توضیح بدید؟ به زبان ساده و چون هر چیزی در این دنیا به هر حال نسبیست، اقتصاد بازار بنیاد، اقتصادی که بر اساس عرضه و تقاضا و نرخ ها هم بر همون اساس تعیین بشه، آنچه که تا به حال در روند در این هزاران سال گذشته به ما چنین چیزی رو میگه که اقتصاد باید بر یک اقتصادی آزاد و بازار بنیاد باشه. و همین الان من فقط اشاره بکنم سر حکایت نرخ ارز، تعیین نرخ ارز در ایران کلی بحث سر این هست، چون این نرخ به صورت دستوری مدت ها در دوران آقای احمدی نژاد با در نظر گرفتن به افزایش بی سابقه فروش نفت در تاریخ ایران، این قیمت ها رو با دستور و با فشار پایین نگه داشته بودند. و بعد به محض اینکه تشدید تحریم ها پیش اومد و تحریم بانکی ایران پیش اومد، ما دیدیم که چه اتفاقی افتاد، از مرز 4000 تومان هم گذشت دلار. به همون خاطر مهمترین موضوع اینه که یک اقتصاد بازار بنیاد، که البته مسلما شما بخش خصوصی قوی میخواین، که اول صحبت با شما من اشاره کردم برمیگرده به نخستین هفته های بعد از انقلاب، دولت موقت آقای بازرگان و ملی کردن بانک‌های ایران. و بعد شما می‌بینید در دوران جنگ و دوران آقای میرحسین موسوی بسیاری از صنایع ایران دولتی شد و در خدمت جنگ قرار گرفت. ریشه ها برمیگرده به اصطلاح به دهه 60 و حتی قبل از دهه 60. یه تعریفی هست همونطور که شما شرکت کردید به طیف گروه خرچی که هست، یک تعریفی هست که در ایران در واقع وقتی ما میگیم ملی شد یعنی دولتی شد. بله. حالا که در جهان آزاد وقتی میگیم ملی شد یعنی غیر دولتی شد. بله. که از زمان حتی ملی کردن صنعت نفت شما درست میگین، چون ملی کردن یعنی دولتی شد. در حالی که در غرب وقتی میگیم ملی شد در بازار آزاد یعنی اینکه غیر دولتی شد. این جالبه، این تفاوتی است که قابل چرا اینجوری است. یه روزی امیدواریم وقتی باشه دربارش بحث کنیم و بشکافیم که چرا این مفهوم دو وجه مختلف داره. آقای محمدی عزیز، ببینید حکومت ایران میگه که آمریکا غرب، آمریکا به خصوص در این جدالی که بوده برای مدعی هست یا گفته میشه یا عملا هست برای گسترش دموکراسی هست، به عراق رفته، به افغانستان، به جاهای دیگه، خود دولت‌های وقت آمریکا هم اینو گفتن. خب حکومت ایران هم پنهان نکرده که یک حکومت آرمانگراست به گفته بسیار با این توصیف، یا ایدئولوژیک دینی، و پنهان هم نکرده ما وظیفه داریم که انقلاب اسلامی رو صادر کنیم و نهایتا اسلام رو احیا کنیم. بیداری اسلامی ناشی از انقلاب اسلامی است و از این حرفا. چرا این حق رو نداره حکومت ایران؟ اما اینکه شوروی هم این حق رو برای خودش قائل بود برای گسترش کمونیسم اقداماتی انجام بده، و چین در زمان ماو پیش از اینکه کالاهای چینی، سونامی کالاهای چینی جهان رو اشغال کنه، بازارهای جهان، چرا حکومت ایران این حق رو نداره؟ من تفسیر شما رو میخوام بگم. مثلا برمیگرده به بحث سنت و مدرنیته که الان سالهاست نزدیک دو دهه است اقلا در ایران مورد بحث است و مورد تلاش است. اتفاقا آقای دکتر صادق ذوالکلام که بنده شما خدمت شد چندین بار دیدیم بحثی رو در تلویزیون، بله خدمتشون نبودیم، درجه اصلا تندرست باشن با در برنامه تلویزیونی ما بودن. بله با همراه شما مطرح کردن بسیار بسیار عالی و واقعا ارزشمند. حضورت رو عرض کنم، ببینید شما میفرمایید که ایالات متحده یا به طور کلی جهان غرب که خب رنسانسی رو پشت سر گذاشته و دوره اون ده قرن تاریخ رو هم گذرانده، بعد رنسانس و بعد آمده، الان میخواهد بحثش این هستش که دموکراسی رو، آزادی رو توسعه بدهد. حالا رفته است یه جایی میدوشه که از خوده یا نخوده، بحث دیگه است. جمهوری اسلامی هم میفهمه چاره میخواهد اصلا ارزشهای اسلام رو پیاده کنه. بزنیم به یه حرفی که آقای نقدی، سرداخ نقدی روز سه شنبه همین هفته گفته، که اشاره بکنم، میگوید کشورهای اروپایی رو به آمریکا ها، آمریکا و کشورهای اروپایی مثل دایناسورها در حال
انقراض نسلشون، همجنسگرایی زندگی با حیوانات و ابتذال و فرهنگ مستجم. خلاصه اینها دایناسورها که همجنسگرا نبودن که بله بفرمایید، فرهنگ اسلامی جایگزین فرهنگ غرب بشود. چرا؟ چون اولا ایراد هم گرفته که آقا ما چرا لباس رو مثلا مثل اونا بپوشیم، اونا بیان لباس رو بپوشن از این حرفا. خب این هدفیست که جمهوری اسلامی داره، اصلا تردیدی هم توش نیست، اما قدرتش نداره. به دو دلیل، یکی اینکه جامعه امروز نمیپذیره اگر کسی میاد بحث از دموکراسی میکنه یه روز دو روزه که به دست نیامده. ممکنه بعضی از رؤسای جمهوری آمریکا یا فرض کنید رهبران اروپا اشتباه هم کرده باشن، جایی رفته باشن، کاری هم کرده باشن و نتیجه عکس هم گرفته باشن، ولی خود دموکراسی رو نمیشود گفت این بحث بی اساسی است. و اگر میرن به مارش به خاطر اینکه جوامع اون رو میپذیرن و مسئله ارزشمندی است. حالا شما بیان این جامعه امروزی رو، حالا چه در شرق و چه در غرب، بیاریم بخواییم برگردونیم به ارزش‌های 1400 سال پیش. اشتباه نشه جناب چلنگی، بحث اسلام نیست، بحث اسلام چیزی دیگه است. اینها میخواهند حتی فرهنگ مثل خرافاتی و این چیزها رو هم تحمیل بکنن به مردم. ببینید بحث این هست شاقای نمیپذیره و نه، حرف من اینه که چرا آقای محمدی به خاطر همین مسائل هست. درسته که الان هم باعث شده است که بیاد فرض کن در وسط که اونهای نیروک تیم زنی بذاره و همه این کارها هم بکنه، ولی به جایی نخواهد رسید. چرا؟ چون جوامع در نهایت نمیپذیرن مثلش اونجاست. بسیار خوب، اگر زورشون برسه این کار رو میخوان انجام بدن، به خودشون هم حاکم این کار بشن، طبیعتاً به دنبالش هم هستن، کسی هم نمیتونه بهشون اعتراض کنه. بحث این هستش که شما تمام سرمایه ها رو، تمام امکانات مملکت رو به کار گرفتید و به هدر دارید میدید و جاهایی هم که رفتید جز خونریزی و جز کشتار مثل سوریه اینا چیز دیگری نداشته و همه اینا به این بهانه که مثلا باید حتما چادر سرشون کنند، حتما مثلا دعای نظره بخوانند، حتما. خب اینا چیزایی است که با جامعه جهانی امروز و جامعه امروز دنیا همخوانی نداره. جناب چلنگی، خب بسیار خوب آقای محمدی عزیز. البته من این توضیح هم بدم آقای محمدی. ببینید شما راجع به لباس میگید، تو در شوروی هم همین بود، یعنی در شوروی هم لباسهای غربی به نحوی ممنوع بود، خیلی از این ممنوعیت ها بود. سوال من پس به این نتیجه میرسیم فرمایش شما این هستش که بله، هر کسی حق داره، حتی حکومت ایران، که هر تبلیغی میخواد بکنه، اما آیا پذیرفته میشه یا نه این یک بحث دیگه است. پذیرفته نمیشه در دنیای مدرن و هزینه های مردم ایران، یعنی پول مردم ایران از این بابت به باد میره. میشه فرمایشات شما رو اینطور خلاصه کنید؟ خیلی کوتاه بفرمایید آقای محمدی، ممنون میشم. این چادر مشکی رو که اینقدر دارم میگن اینو جا بذار، این ساده و راحت. بسیار آقای نقدی که این حرفو میزنه خودش لباس عربی میپوشه، چفیه استرسی بیرین بذار، طبیعی تو نمیتونن جا بذار. مگر همش میشود با ضرب و زور و کشتار نه، شما خود شما اشاره کردید آقای محمدی. اجازه بدید صدای منو میشنوید شما یا نه؟ بله ببینید، اجازه بدید من وارد این بحث یک زمانی مطرح خواهیم نمیتوانند. شما خود شما اشاره کردید که در نیویورک سینه زنی میکنه. بله الان در بسیاری از کشورها یک حرکت هایی هست که ادعا دارن اسلامی هستن. حالا چه استنباط شما از اسلام مخالف اون هست یا بقیه، اون یک بحث دیگه است. موج اسلامی که در ایران این جنبش ها از حرکت هایی که نسبتا مدنی بوده مثل حرکت مصر یا تونس یا جای دیگه را افتاده، تا تیغ بر گلوی سرباز انگلیسی در خیابون های لندن گذاشتن و سرش روز روشن در خیابون لندن بریدن، این موج با انقلاب ایران هست. چرا تدریس هم میشه در مدارس؟ چطور شما میتونید بگید حالا جا افتاد؟ همون نخواهد کرد، همون جامعه انگلیس یا جامعه آمریکا نهایتا همون نخواهد کرد. مثلش اینه، حالا دو تا از نمودها و
جلوه ها شما داریم میبینیم، ولی نهایتاً اجازه نخواهند داد که بسیار کاری جمهوری اسلامی بخواد دلش بخواد انجام بده. بسیار میگم امیدواریم این بحث رو یک روز بتونیم به طور گسترده با کارشناسان دیگه هم که از ابعاد دیگه به این موضوع نگاه میکنند مطرح کنیم، با این پرسش اساسی که اگر این موج یا این موجی که آقای ولایتی مشاور ولی فقیه در ایران اون رو بیداری اسلامی نامیده و قرار در مدارس هم ظاهرا تدریس میشه، با این پرسش که این موج تا چه اندازه اوج داره یا اوج خواهد گیره و زمان فرو ریزیش و فروکش کردنش کی خواهد بود، این از بحثایی است که میشه امیدوارم در برنامه‌های آینده به مناسبت اخبار روز دربارش صحبت کنیم. و اما آقای آذرباری عزیز، شما آیا ایران این توانایی رو داره که در میان مدت اقتصادی رو سر و سامون بده، اقتصاد بدون نفت؟ چون اینطور که پیشبینی شده در چند سال آینده ایران یک کشور صادرکننده عمده نفت نیست. خیر، در نداره چنین توانی رو. شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت، وزیر اقتصاد دولت آقای احمدی نژاد، بحث تحریم ها موقعی مطرح شد علنا گفت ما درآمدهای مالیاتی رو جایگزین درآمدهای نفتی میکنیم. میدانیم که چنین چیزی نشد، همان موقع هم مشخص بود نمیشه، چون نظام مالیاتی ایران هم نظام درستی نیست، ساختارهای زیربنایی درستی نداره و 35 سال از عمر انقلاب میگذره. همان جوری که اشاره شد و آقای محمدی هم اشاره کردن، از تولید 6 میلیون بشکه نفت در روز ما هیچ وقت نتونستیم به چنین ظرفیتی رو برسیم، حتی قبل از تشدید تحریم ها. به همون خاطر در میان مدت خیر چنین اتفاقی نخواهد افتاد، با در نظر گرفتن به وضعیت اسفناک تولید که من خدمتتون اشاره کردم صحبت سر 30% ظرفیت تولیده که داره کار میکنه الان. خب ما عرض کنم خدمت شما وضعیت دارو رو اشاره کردیم. در ایران وضعیت دارو وضعیت نابسامانی هست. بله، ما آیا اطلاعات دقیقی وجود داره که چه گروه ها یا به گفته شما چه طیف ها چه نهادهایی در این ماجرا دخیل هستن؟ امر داروی مردم ایران در دستشون هست، دولتیه شبه دولتیه چی هست؟ مدتی است این اخبار مربوط به دارو منتشر نشده، یه موقعی منتشر می شد. آنچه را که آن موقع در موردش صحبت بود، ربط دادنش به در حقیقت مسائل نوسان ارزی و کمبود ارز که برمیگشت به اواخر دولت محمود احمدی نژاد که ترخیص نمی کردن حتی از گمرک ها، بعد از زمانی که دولت جدید آمد سر کار چنین چیزهایی تصریح شد. اما ما عنوانی رو داشتیم که بحث سر گرانی دارو بود، گرانی که کمک میکنه برای اینکه ایرانیان بیشتر برن زیر خط فقر. به همان خاطر آنچه شواهد ام بر اساس گزارش های رسمی و اظهارات رسمی برمی آید، حتی اگر مشکل دارو هم فرض محال محال نیست حل شده باشه، مسلما مسئله قیمتش حل نشده و حتما چیزیست که بینندگان شما دست به گریبان این موضوع هستن. گرانی در مسئله دارو هست و یه اشاره هم شما آغاز برنامه در مورد داروی چینی کردین و اینها تمامش هست. آلودگی یادمون باشه آقای چالنگی، فقط در زمین در زمین مواد غذایی به کرات کمیسیون کشاورزی مجلس هشدار داده. برنج آلوده رو یادمون باشه، بحث مرغ آلوده هفته های پیش مطرح بود بعد تکذیب شد. به همون خاطر فقط مردم با گرانی افسار گسیخته دست به گریبان نیستن. آنچرا که شما به قیمت گزاف میخرین تازه ممکنه به مرگتان کمک کنه، به جای آنکه به ادامه حیاتتون کمک کرده باشه. خب آقای محمدی، ما حدود 2 دقیقه وقت داریم، شما به ما خواهید گفت این وضع رو چطور میشه سامان داد؟ در چه شرایطی هست که دارو به دست مردم خواهد رسید و بقیه مسائل رونق در خوری خواهد داشت سفره مردم؟ دو دقیقه وقت داریم بفرمایید. این وضع رو سامان دادن و واقعا پایان دادن به این وضع اسفناک بسیار بسیار مشکله. جناب آذرباری یک نکته رو چند دقیقه پیش مطرح کردن. ببینید اقتصاد قانون خودش رو داره جناب چنگی، عرضه به تقاضا که
چطور آقای محمدی؟ بسیار خوب. چطور؟ چه سیستمی هست؟ آقای محمدی عزیز، مگر میشنوید چیزی؟ آقای محمدی صدای منو میشنوید شما؟ سوال من بسیار مشخصه، یعنی اینکه سوال من این هست، اینا رو فرمودین میدونم، سوال اینه چجور میشه سامان داده؟ بله بله، مسائل سیاسی سامان پیدا بکنه، شکل دیگری نیست. یعنی اینکه آقای روحانی اگر بخواهد کاری بکند، تنها در صورتی میتواند کاری بکند که واقعا مسائل سیاسی حل بشه. جناب شنگی، همین الان قدمی که ور میداره، فرض بکنه یک کلمه حرف میزنه، از اون بس دیگه آقای رفسنجانی میاید میگوید مرگبران به کار مرداره، طرف ور میداره میگه این پیر کفتار اصلا نخور حرف زده، اون اینکه خود با قتل شده. خب وقتی یک چنین شرایطی هست، تا مسائل سیاسی حل نشه، من فکر نمی کنم اینجور مسائل اقتصادی رو بتوان به سامان رسید. بسیار سپاسگزار هستیم آقای ناصر محمدی عزیز. آقای وفا آذربهاری عزیز، شما گفتین فرض محال محال نیست. بله، این مال قدیم بود یا هنوزم هم اینطوره؟ نمیدونم، برای قدیمه احتمالاً. ما در سفری با آقای استاد بزرگ محیط طباطبایی بودیم به لندن سالیان پیش از انقلاب، نمایشگاه اتفاقا هنر و فنون اسلامی بود در موزه بریتانیا. یک نفر در هزمران در جایی داشت میگفت که اثباتش این نفی ما ادا نمی کند از این اصطلاحات سلا بهج. استاد محیط طباطبایی گفت ولی ضرر می زند قربان. حالا فرض محال محال نیست، بستگی به شرایط دارد. نه می شود بشه. بهرحال به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با سپاسی دوباره از آقای ناصر محمدی، آقای وفا آذربهاری، و با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سوچال، سند و سبلان و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش باد.